بسم الله الرحمن الرحيم. مضمون فيزيكي يا كان اولين ليكچاري اون قرار كه به اسكرين ريكوردر ساب بشه و بعد از راس مؤثرين گرامي قرار داده بشه. قبل از اینکه بریم به لکچر، پرینسیپالون ای سمستر برای فیزیک یک تشریح میدم. خود مضمون فیزیک کتاب و یونیورسیتی فیزیکس و مدرن فیزیکس از فریدمن ادیشن 13 هم از اینه و سال چاپی هم 2012. البته کتاب هم پی دی اف به دسترس گذاشته میشه همراه ویدیو و همراه پرینسیپالون. تقسیم اوقات یک شنبه و سه شنبه در نظر گرفته شده بوده. شماره موبایل به تلگرام و اینا، تلگرام و وایبر و واتساپ با این شماره فعاله. عناوینی که به این سمستر قرار شده که به فیزیک یک تدریس بشه، 8 چپتر از این کتابی که قبلا گفتم. چپتر اول بحث واحدات فیزیکال کوانتیتیز، کمیت های فیزیک وکتور های. چپتر دوم حرکت روی خط مستقیم. چپتر سوم حرکت دو بودی، یعنی چپتر دوم حرکت یک بودی هم میتونیم بگیم. چپتر سوم حرکت دو بودی و سه بودیه. چپتر چهارم قوانین حرکت نیوتن، قانون اول و دوم و سوم نیوتن. چپتر پنجم تطبیقات قوانین نیوتن، قانون اول و دوم و سوم. چپتر ششم کار و کینتیک انرژی، کار و انرژی حرکی. چپتر هفتم پتانسیال انرژی یا انرژی ذخیروی و انرژی کانسرویشن هم یعنی تحفظ انرژی. چپتر هشتم مومنتم و امپلز یا ضربه، کولیژنز، تصادمات. نوع ارزیابی از این به این سمستر 10% کارخانگی بوده، 5% فعالیت سینفی و حضیریه. دو تا کویز دو نیم نمرگی 5 نمره بوده. مترم اگزام 20% بوده و فاینال اگزام 60%. مزامین پیش نیاز از این انترودکشن و کلکلاسی ها که مقرراتی هم فعلا به اینجین نیاز نیه گفتن، از اینو مقرراتی که به سنف استاد از محصل انتظار داره، اینا بعدا بس میشه. چپترهایی که قبلا گفتم به این جدول بندی شده به اساس هفته، یعنی به هفته اول و دوم و سوم، یعنی تا به هفته 16 هم فعالیت هایی که قرار انجام بشه. چپتر اول به هفته اول بوده، یعنی به قالب دو جلسه. چپتر دوم هفته دوم. چپتر سوم هفته سوم حل مسائل یا رستشن برای چپتر اول دوم در نظر گرفته شده. چپتر سوم به هفته چهارم، چپتر چهارم و چپتر چهارم به هفته پنجم و ششم، چپتر پنجم به هفته هفتم و هشتم، باز به هفته نهم که مترم اگزام میشه، یعنی امتحان 20%، حل مسائل برای چپتر 3 و 4 و 5. بعد از اینجا معلوم میشه که تا به چپتر 5 که ختم بشه امتحان 20% هم برگزار میشده. هفته دهم چپتر 6 و همچنان ادامه چپتر 6 به هفته 11 هم. هفته 12 و 13 هم چپتر 7 هم. هفته 14 و 15 هم چپتر 8 هم و رستشنش چپتر 6 تا 7 و 8 که آمادگی برای امتحان نهایی هفته 16 هم، یعنی آخرین هفته. ای بود پرینسیپالون. لکچر فیزیک به از چپتر اول قبلا گفتم 4 کرد داره فیزیک مو لکچر و حل مسائل دیگه. موضوعاتی که در این لکچر باید ما بفهمیم
بیس کوانتیتیز کمیت های اساسی اسای سیستم، یعنی سیستم بین المللی واحدات. دیگه پرفیکس ها یا همون زمیم هایی که به سیستم بین المللی اسای استفاده میشه یا سیستم واحدات بین المللی استفاده میشه، مثل مایکرو و کیلو و دیکا و هکتو اینا که به انتودکشن هم در برازی بحث شده، اینجا هم فقط یک مروری میشه. تبدیل واحدات این هم به انتودکشن بحث شده، خب باز هم اینجا یک چون آماده یک بحث میشه که برای که میشه فراموش شده باشه. دیگه متر و کیلوگرام و تایم و اینا هم بحث میشه که از جمله کمیات اساسیه به فیزیک. فرست مطالبی که داریم ما به لکچر تعریف فیزیک اندازه‌گیری دیگه سیستم بین واحدات بین المللی که اینجا قبلا به اهداف هم گفته شد و تبدیل واحدات. فیزیک میگیم یک شاخه از ساینس که از طبیعت و تغییرات و تبدلات ماده در طبیعت بحث میکنه، البته تغییرات و تبدلات ظاهری از او. فیزیک به چند نوع میتونه باشه: فیزیک مکانیک، فیزیک حرارت، فیزیک نور، دیگه فیزیک صوت، فیزیک برق، فیزیک مغناطیس. که ما در اینج چون به کریکولم دیپارتمنت سیول فیزیک مکانیک در نظر گرفته شده که به دو سمستر دوم و سوم فیزیک مکانیک، همین کتابی که قبلا گفتم 15 چپتر، 7-8 چپتر به سمستر دوم در نظر گرفته میشه و باقی مونده اونا هم به سمستر سوم به قالب فیزیک دوم خونده میشه. مکانیک شاخه از فیزیک که بازم گفتیم از تغییرات و تبدلات ظاهری ماده بحث میکنه، که تغییراتی که به ماده یا به اجسام به وجود میاد توسط قوی که به اون وارد میشه و یا تغییر مکانی که به اجسام وارد میشه، رفتار از اون از نظر ظاهری مطالعه میکنه. ببخشیم. اندازه گیری. خب قبل از اینکه ما بریم به مسائل اندازه گیری بپردازیم، باید کمیت رو بشناسیم. کمیت یا کوانتیتی چیه؟ ما میگیم هر شی یا جسمی که قابل افزایش یا کاهش باشه این میگیم کمیت. کمیت های مختلف زیادیه به فیزیک مکانیک که از جمله چند تایی اینجا من نوشتم که لنت یا طول، ماس یا کیلوگرم، تایم یا زمان، تمپرچر درجه حرارت، پرشر، فشار، الکتریک کارنت، جریان برق، دیگه زیاده، سرعت، دیسپلیسمنت یا تغییر مکان، شتاب یا اکسلریشن. این کمیت هایی که ما با فیزیک مکانیک و اونا سر و کار داریم که دیگه نیاز نبوده که همه اینجا بگیم، هر کدوم با جای و بس میشه. سیستم واحدات بین المللی در سال 1971 در کنفرانس 14 به کنفرانسی که با نام اوزان و اندازه گیری ها، 7 تا کوانتیتی اساسی یا 7 تا کمیت اساسی به حساب اینجا تذکر دادن، که از جمله کمیت های اساسی 7 تا لنت، ماس، تایم، الکتریک کارنت، ترمودینامیک تمپریچر، amount of substance و luminous intensity که هر کدوم از اینا واحدات از اینا و همچنان سمبولی که به این واحد از این بکار میباریم به این جدول تیبل یک به همین کتاب ما ثبت شده، که لنت یعنی طول، ماس کتله، تایم زمان، الکتریکال جریان برق، تمپرچر درجه حرارت، مقدار ماده است، amount of substance، luminous intensity هم شدت نوره که به کاندلا حساب اندازه گیری میشه و سمبول هر کدوم از این هم آوردیم. سمبول متر ام، کیلوگرم کی جی، سکند اس، امپیر ای بزرگ، کالوین کی بزرگ، مول ام او ال و کاندلا هم سی دی. از جمله از این 7 تا کمیت، 3 تا کمیتی که خیلی استفاده داره به فیزیک مکانیک عبارت از لنت و تایم و ماس، که سه تا کمیت اولیه که سیستم امکایس هم از روی همین سه تا کمیت متر و سکند و کیلوگرم امکایس میگن. حالا فعلا اینجا تئوری آمده که ام اس که خونده میشه، خب حالا امکایس خیلی رواجه. اینا سه تا کمیت های اساسیه، یعنی سه تا کمیت اساسیه که زیاد استفاده داره به فیزیک
میخندید. سیستم واحدات بین المللی از آف و اجزا زمیمایی که گفتیم مثل دیکا و هکتو و کیلو و میگا و گیگا، از این طرف هم دی سی و سنتی و میلی و مایکرو و نانو و پیکو، اینا از آف و اجزای برای خود واحدات بین المللی مثل گرام و متر و ثانیه و اینا از ایمار میتونیم ما به اینا بکار ببریم. که مثلا وقتی ما میگیم دیکا یعنی ده، که از این جدول سمت چپ از قسمت پایین رو سمت بالا اگر مطالعه کنیم، دیکا ده معنا میده، هکتو 100 معنا میده یا 10 به طاقت 2، کیلو 1000 یا 10 به طاقت 3، مگا 10 به طاقت 6، همین تا بالا بریم تا یوتا میشه 10 به طاقت 24. این سمت دست راست اگر از قسمت بالا بیایم رو طرف پایین، که چون قیمت های کم شده میره از نظر مخرج زیاد شده میره، دی سی 10 به طاقت منفی 1 یعنی 1/10، سنتی 10 به طاقت منفی 2 یعنی 1/100، یعنی اگر ما میگیم سانتی متر یعنی متر رو به 100 سه تقسیم میکنیم 1/3 در نظر میگیم، اگر میگیم سنتی سکند یعنی ثانیه رو به 100 سه تقسیم میکنیم 1/3 میگیم سنتی سکند، میلی سکند، مایکرو سکند، نانو گرام، پیکو گرام و غیره، اینا از آفی هن که یا پیشوندای هن که برای چی ها استفاده میشن، برای همی واحدات بین المللی. که از جمله از اینو به جدول از آف واحدات که به حساب از آفی که به جدول سمت چپ که گفتیم از آف، این پیشوندایی که به حساب بولد شده به خط درشت نوشته کیلو و مگا و گیگا، اینو از بیشترین استفاده داره. و به جدول اجزا هم 5 تا یک از سنتی و میلی و مایکرو و نانو و پیکوی 5 تا بیشترین استفاده داره. تبدیل واحدات، برای تبدیل واحدات ما کسرای نیاز داریم که این کسرا رو بعد ما بفهمیم. مثلا بعد بفهمیم که 1 منت 60 سکند یا 60 سکند 1 منت. به این حالت اگه ما بیایم به معکوسی و یا خودی رو به کار ببریم، ولی باز بعدا میگن که اینا هر دو تا از اینا نیازه برای از اینکه ما شما خواستیم تبدیل کنیم. اگر ما خواستیم سنیر به دقیقه تبدیل کنیم، از این کسر اولی به کار میگیریم، اگر قرار خواسته باشیم که دقیقه به سنیر تبدیل کنیم از کسر دومی کار میگیریم، که بعدا باز وقت به مسئله که برسیم درباره از اینا با گپ میزنیم. مثلا 1 متر 10 به طاقت 3 میلی متر، خب معکوس زی هم با استفاده داره. 10 به طاقت 2 متر یا 100 متر 1/2 متر با معکوسی هم باز به مثلا نیازه که بفهمیم ما که بعضی وقتا معکوس زیر بکار میبریم بعضی وقتا خودی. 10 به طاقت 1 متر 1 دیکامتر، 1 متر 10 به طاقت 6 میکرومتر. مثال آورده گفته که شما 2 دقیقه به ثانیه تبدیل کنید. خب پیشتر گفتیم اگر ما خواسته باشیم دقیقه به ثانیه تبدیل کنیم، از کسر دومی کار میگیریم. مثلا می نویسیم 2 دقیقه اول می نویسیم 2 minutes، قوی سوا می کنیم او 60 ثانیه بر 1 دقیقه به کار می بریم. چرا او رو به کار می بریم؟ بخاطر که ما باید بفهمیم که منت به منت باید خط بخوره و سکند باقی بمونه. پس منت به منت که خط بخوره 2 ضرب 60 میشه 120، 120 سکند. مثال دوم گفته 3.4 میلیمتر شما تبدیل کنیم به مگامتر. 3.4 میلیمتر شما میایم 3.4 میلی متر می نویسیم، کسر برای خود جور می کنیم. ما باید بفهمیم که اول به ازی از آف کسته یا اجزا اول میریم به، اگر مثلا میلی متر و متر اینا طول باشه به متر تبدیل کنیم، اگر به کتله باشه حتما باید به گرام تبدیل کنیم، و اگر تایم باشه یا زمان باشه حتما باید به ثانیه تبدیل کنیم که باز به دیگه از آف اجزا بریم. حالا فعلا این ما باید اول به متر تبدیل کنیم. نوشته میکنیم 3.4 میلی متر، ما باید بفهمیم که 1 متر چند میلی متر میشه. این باید معلومات ما داشته باشیم. 1 متر میفهمیم که 10 به طاقت 3 میلی متر. به همین حالت ما می نویسیم. چرا اینو نوشتیم؟ چون میلی متر قرار تبدیل شه به متر، پس متر بعد به صورت باشه. پس میلی متر میلی متر خط خورد، این تبدیل شد به متر. باز باید بفهمیم که باید قرار که بریم مگامتر. 1 مگامتر 10 به طاقت 6 متر. با می رقم کسر می نویسیم که مگامتر به صورت باشه، باز متر به متر خط میخوره، 10 به طاقت 3 و 10 به طاقت 6 ضرب میشه، میشه 10 به طاقت 9، به مخرج میشه 10 به طاقت منفی 9 میره به صورت. بله 3.4 ضرب 10 به طاقت منفی 9 مگامتر.
فول در سال 1792 در فرانسه متر این رقم تعریف کردن، نظر به تجربیات و نظر به تحقیقاتی که انجام داده بودن، گفتن اگر از فاصله را از خط استوا تا به قطب شمال به 10,000,300 تقسیم کنیم، 1/3 از او 1 متر. یعنی پس چی میگیم؟ از روی از این ما میفهمیم که از خط استوا تا به قطب شمال به زمین 10,000,000 متر. پس همو فاصله را اومدن به 10,000,300 تقسیم کردن، 1 فاصله رو قرار داد کردن که میگن متر باشه. و به سال 1983 باز آمدن متر دوباره تعریف کردن، گفتن که اگر به خلا نور فاصله 299,792,458، یعنی به معنی که اگر ما 1 سنیر به این مقدار تقسیم کنیم، 1 سنیر به این مقدار تقسیم کنیم، یعنی 1 متر عبارت از فاصله که نور به همین زمان طی کنه. چی زمانیه؟ زمانی که 1 سنیر ما به 299,792,458 تقسیم کنیم، یعنی مدت زمان فاصله که نور طی میکنه این فاصله ما میگیم 1 متر. که وای بعدا اومدن این معکوس کردن، گفتن سرعت نور عبارت از 299,792,658 متر فی ثانیه. یعنی به این حالت این میگم سرعت نوره. اگر این معکوس کنیم عبارت از فاصله که یک معکوس کنیم عبارت فاصله که به این مدت زمان طی میکنه نور که 1 متر، و باز اگر خواستیم سرعت نور رو بفهمیم این میگیم 299,792,458 متر فی ثانیه سرعت نور. زمان عبارت از کمیت اساسیه که نظر به طول شبانه روز سنیر می هم تعریف میکنن، میگن 1 سنیه عبارت از 1/86,400 حصه شبانه روزه. یعنی به معنی که 1 دور زمین انجام میده به همین 86,400 ثانیه. به اساس از او آمدم ثانیه تعریف کردم. کتله واحد، کتله گفتیم عبارت از مجموعه ذراتیه که یک جسم از او تشکیل شده. واحد اندازه‌گیری کتله استانداردی و دقیقا کیلوگرامه، که 1 کیلوگرام در اصل 1 سیلندریه یا 1 استوانیه که از پلاتین و ایریدیوم ساخته شده و در موزیم در فرانسه نگهداری میشه. ای همی سلندره، دیگه بحث خاصی نداره. کتله مجموعی ذراته که جسم از او تشکیل شده. خب کیلوگرام واضحه که 1 زمیمی به گرام، 1 پیشوند به گرام استفاده شده، که یعنی در اصل 1000 گرامه. یعنی در اصل ما شما میگیم واحد کتله گرامه دیگه. خب کیلوگرام که وقتی قبل میزنیم یعنی 1000 گرام، دیکاگرام یعنی 10 گرام، هکتوگرام یعنی 100 گرام، کیلوگرام 1000 گرام، مگاگرام 1,000,000 گرام و غیره چیزایی بود که به اون جدول بیشتر به اون سلاید قبلی صحبت کردیم. کثافت یا دینسیتی، که دینسیتی عبارت از کتله فی واحد حجم جسم بر رو کوچک، یعنی حرف یونانی نمایش داده میشه. گاز به چپترهای بالاتر و چپتر 14 به سمستر 3 همی بخونده میشه، که اگر ما امر ماسر به ام نشون بدیم، ولیوم به وی نشون بدیم و رو هم دینسیتی باشه، فرمولی از این قرار میتونیم برای این رسیم که رو مساوی میشه به کتله بر حجم، یعنی رو مساوی میشه به ام بر وی. کثافت آب 1 گرام به هر سانتی متر مکعبه، یا 1 گرام پر کیوبیک سانتی متر. خود آب، کثافت آب ما به دیگه اجسام مقایسه میکنیم. مثلا خاص داشتیم بفهمیم که فلان فلز یا فلان جسم کثافت یا چنده یا وزن مخصوصی و چنده، به نظر به کثافت آب رو میسنجیم. مثلا گفته که اسنو یا برف اگر تازه باشه 10% کثافت آب داره. یعنی اگر ما کثافت آب به 10 تقسیم کنیم 1/30 کثافت برف تازه. و پلاتین و
هم کثافت از او 21 برابر کثافت آب. پس ما چی میگیم؟ اگر خواسته باشیم وزن مخصوص تعریف کنیم، میگیم وزن مخصوص پلاتین 21، وزن مخصوص مثلا طلا مثلا 19 اشار چنده و غیره. اینا چیزایی که باز به جدول ها و چپتر بالاتر باز خونده میشه. مثالی داریم برای امید در اصلی موضوع تبدیل واحداته. مثال اول نام گذاشتیم، گفته که زمین اگر شکل کروی داشته باشه، شعاع برابر به 6 اشاریه 37 ضرب 10 طاقت 6 متر باشه، از ما خواسته که جزء الف سرکانفرنس یعنی محیط از شما بیایم پیدا کنیم، سرفیس ایریا یعنی مساحت جانبی رو گفته پیدا کنیم، جزء بی جزء سی یا جزء جیم حجم زمین پیدا کنیم. اینا هم متوجه باشیم که جزء الف به کیلومتر گفته، جزء بی گفته به کیلومتر مربع و جزء جیم هم یا جزء سی هم گفته به کیلومتر مکعب. خب ما فرمول قبلا داشتیم، گفتیم که آر اگر شعاع زمین باشه، ما برای به این طور میخوندیم که محیط دایره یا محیط کره پی مثلا میشه 2 پای آر، یعنی محیط را زیر اگر ما خواستاش محاسبه کنیم پی مثلا 2 پای ضرب در شعاع. 2 پای شعاع هم داریم 6 اشاریه 37 ضرب 10 طاقت 6 متر میشه 40 ضرب 10 طاقت 6 متر. خب از ما خواسته به کیلومتر تبدیل کنیم میر. خب میایم خود می نویسیم 40 ضرب 10 طاقت 6 یک کسر می نویسیم، یک کیلومتر میگیم 10 طاقت 3 متر. طوری باید بنویسیم که متر اینجا به مخرج باشه که متر به متر خط بخوره، میشه این 10 طاقت 3 با اختصار شه میشه 40 ضرب 10 طاقت 3 کیلومتر یا 40000 کیلومتر. جزء به اس یا سرفیس ایریا یا مساحت جانبی 4 پای آر مربع ای هم به این طور داشتن میخوندیم. البته با کالکولاس دوم هم بازی موضوع این فرمولا میتونیم خود شما ثبوت کنیم به از طریق انتگرال. حالا فعلا اون فرمولایی که ما از این طور داشتن خوندیم ما از اینا به کار میبریم. 4 پای آر مربع مساحت جانبی کره، 4 پای آر مربع یعنی 6 اشاریه 37 ضرب 10 به طاقت 6 مربع. این که ضرب کنیم میشه 5 ضرب 10 به طاقت 14 متر مربع. اس مثلا میشه با 5 ضرب 10 تا 14 متر مربع. این قراره که تبدیل کنیم به کیلومتر، البته کیلومتر مربع. ما میفهمیم که 1 کیلومتر 10 تا 3 متر همون کسری که متر قرار باشه مخرج باشه. این باز به توان 2 میرسونیم، چرا؟ چون متر مربع. این طریق تبدیل کردن مساحت، تبدیل واحدات در مساحت به توان 2 میرسونیم. متر مربع و متر مربع خلاص میشه 10 تا 3 به توان 2 برسونیم میشه 10 تا 6. با 14 که اختصار کنیم، از 14 که 6 کم کنیم میشه 8. پس میمونه 5 ضرب 10 تا 8 کیلومتر مربع. حجم کره 4 بر 3 پای آر مکعب، 4 بر 3 پای آر هم هست 6 اشاریه 37 ضرب 10 تا 6 توان 3 یعنی 4 بر 3 پای آر مکعب میشه 1 اشاریه 08 ضرب 10 تا 21 متر به طاقت 3. حجم مساوی میشه به 1 اشاریه 08 ضرب 10 تا 21 متر مکعب. این قرار به کیلومتر مکعب تبدیل کنیم، پس میگیم کیلومتر بر 10 به طاقت 3 متر به توان 3. مثل همونای او تبدیل ای تبدیل حجم، تبدیل واحدات حجم، متر مکعب به متر مکعب خط میخوره. 10 به طاقت 3 به توان 3 که برسونیم میشه 10 به طاقت 9. اب 21 که 9 کم کنیم میشه میمونه 12، 1 اشاریه 08 ضرب 10 به طاقت 12 کیلومتر مکعب میشه. مثال بعدی گفته که مثال دومه، گفته که یک فلزیه کثافت از یه هسته 7.87 گرام فی سانتی متر مکعب. اگر اتم از این 9.27 ضرب 10 به طاقت منفی 26 کیلوگرام کتله باشه، یعنی کتله اتم، کتله یک دونه اتم از این فلز 9.27 ضرب 10 به طاقت منفی 26 کیلوگرام باشه، گفته شما فرض کنیم که اتم اسفریکال باشه یعنی کروی باشه و این اتم هم تایتلی یعنی پهلوی هم در تماس باشن، یعنی محکم با هم نزدیک هم قرار داشته باشن، هیچ فاصله بین محیط اینا نباشه، یعنی محیط از این کره ها با هم دیگر در تماس باشن یعنی مماس باشن. از ما چی خواسته جز الف؟ گفته که حجم یک دونه از این اتم رو شما پیدا کنید. بی هم گفته که جزء بی گفته what is the distance between the centers of the adjacent atoms، گفته فاصله بین مرکزهای دو تا اتمی که پهلو هم قرار دارن هم پیدا کنیم. خب جزء الف ما بریم که حجم رو پیدا کنیم. شکل اینجی رسم کردم من، فاصله بین دو تا کره که پهلو هم قرار داشتن که عبارت از قطر یک دونه کره میشه یا دو تا شعاع میشه. خب اول ما قراره که
بریم اینا رو هم واید کنیم ببینیم واید های اینا یکی هست یا نه. سوال رو همیشه باید چک کنیم که ببینیم همین دیتا هایی که به سوال برای ما داده آیا هم واید هستن یا نه. میبینی هم واید نیان، کثافت داده به گرم فی سانتی متر مکعب و کتلر داده به کیلوگرم، پس بعد اینا رو هم واید کنه. پس میریم ما چه کار میکنیم، کره امی کثافت رو تبدیل میکنیم به کیلوگرم فی متر مکعب. خب گرم فی سانتی متر مکعب داریم 7.87، میگیم 1 کیلوگرم 10^3 گرم میشه، گرم به گرم خط میخوره، 10^3 اینجا به مخرج میمونه. سانتی متر مکعب هم تبدیل میکنیم به متر مکعب، اینجا سانتی متر مکعب به مخرج. بعد ما طوری کسر خود بنویسیم که سانتی متر به صورت باشه، که سانتی متر به این سانتی متر خط بخوره، چون مسئله حجم پس بعد به توان 3 برسونیم. 10^2 سانتی متر بر 1 متر کل به طاقت 3 میشه. خب اینا رو ضرب میکنیم، اختصار میکنیم، میشه 7.87 ضرب 10^3 کیلوگرم فی متر مکعب. پس کثافت تبدیل شد به کیلوگرم به هر متر مکعب. حالا ما فرمول قبلا خونده بودیم که اینجا هم نوشتیم که کثافت مساوی میشه به کتله بر حجم. ما قراره که حجم از این پیدا کنیم، حجم رو پیدا میکنیم مساوی میشه به کتله بر کثافت. کتله مقدار و قیمتی رو داریم و کثافت هم داریم. اینا رو مینویسیم به یک کسر، صورت و مخرج اختصار میکنیم، تقسیم میکنیم، میشه 1.18 ضرب 10^-29 متر مکعب. پس جز الف کار شد. جز بی گفته که شما بریم فاصله بین مرکزهای دو تا اتمی که پهلو هم قرار دارن به دست بیاریم، که ما اول حجم قبلا داشتیم، از فرمول حجم 4 بر 3 پای آر مکعب حجم کره که قبلا هم گفتیم که اگر فرض کنیم که این اتم از این آیرون یا خود چه فلز کروی باشه، فرمول کره حجم رو داریم 4 بر 3 پای آر مکعب. از این فرمول ما آر پیدا میکنیم، شعاع جذر سوم سه وی یا سه حجم بر 4 پای میشه. قیمت گذاری میکنیم 3 ضرب در حجم تقسیم 4 تا پای، آر پیدا میشه 1.4 ضرب 10^-10 متر. خب ما قراره که فاصله بین مرکز رو پیدا کنیم، بعد دو تا شعاع میشه، دیر میریم پیدا میکنیم 2 ضرب در آر مساوی میشه به 2.8 ضرب 10^-10 متر. خب این لکچر اول بود، خدا کنه که خسته نشده باشیم.